پنج رمز ارزی که آماده یه صعود به نظر میرسن. در تاریخ 18 ژوئن بیتکوین یا BTC به سطح 17622 دلار سقوط کرد و برای نخستین بار در تاریخ بیتکوین قیمت اون به کمتر از اوج چرخه قبلی خودش سقوط داشت. اینطور به نظر میاد که سیاست‌های پولی تهاجمی فدرال رزرو ایالات متحده، بحران ایجاد شده در پلتفرم وامدهی سلسیوس و مشکلات نقدینگی در صندوق سرمایه‌گذاری تری اروز کپیتال دلیلی برای به وجود اومدن حس وحشت در میان معامله‌گران بودند. با توجه به گزارشی که سایت کوین تلگراف منتشر کرده، با تمامی این اوصاف گاوهای بیتکوین دوباره برگشتن و در حال تلاش به جهت بازپس گرفتن 20,000 دلار به عنوان یک سطح حمایتی هستند. حال باید ببینیم که آیا اونها توانایی اینو دارن که نزول قیمتی بیتکوین رو در کوتاه مدت متوقف کنن. در رخ دادن چنین اتفاقی کدوم یک از ارزهای دیجیتال به پیروی از رهبر بازار خواهند پرداخت؟ امروز ما در این ویدیو قصد داریم به بررسی 5 کریپتوکارنسی بپردازیم که آماده ی صعود به نظر میان. سلام به چنل کریپتو ایجنسی، خوش اومدید. خیلی خوشحالیم که بیننده ی ویدیوی ما هستید. سابسکرایب به چنل یادتون نره و واسه اینکه از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید رو اون زنگوله ی کوچیک کلیک کنید. اگه ویدیو رو دوست داشتید بدونید که با لایک کردنتون کلی انرژی واسمون میفرستید. خب بریم سراغ ویدیوی امروز. بیتکوین در تاریخ 18 ژوئن قیمت بیتکوین به زیر سطح حمایت 20,111 دلار سقوط داشت که به نوعی بیانگر از سرگیری روند نزولیه. اما نکته مثبت جزئی اینه که گاوها در کف خریداری میکنن. خریداران این روزها در تلاشن تا قیمت رو به بالای سطح شکست 20,111 دلار برسونن. در صورت موفقیت اونها، نشون دهنده این خواهد بود که کم شدن قیمت به 17622 دلار در 18 ژوئن احتمال داره نوعی تله خرسی بوده باشه. در ادامه جفت BTC USDT توانایی اینو خواهد داشت که تا 23362 دلار افزایش پیدا کنه. محلی که خرسا احتمالاً دوباره مقاومتی قوی از خودشون نشون میدن. در این بین شاخص قدرت نسبی یا همون RSI هم در طی چند روز گذشته در منطقه فرو اشباع بوده که افزایش قیمت در کوتاه مدت رو حکایت میکنه. در صورتی که قیمت از 20,111 دلار کمتر بشه، این دیدگاه مثبت باطل خواهد گردید. این موضوع بیانگر اینه که خرسا این سطح رو به مقاومت مبدل کرده و این خود احتمال کاهش قیمت به کمتر از 17622 دلار رو بیشتر میکنه. حمایت بعدی در مسیر نزولی سطح 16000 دلاره. سولانا در طی روزهای گذشته سولانا در یک روند نزولی قوی بوده. اما واگرایی مثبت در RSI بیانگر اینه که حرکت نزولی احتمال داره در حال ضعیف شدن باشه. اکنون گاو ها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه 36 دلار برسونند. در صورتی که اونها موفق بشن، جفت سول USDT توانایی اینو داره که به میانگین متحرک ساده یا همون SMA 50 روزه 50 دلار برسه، جایی که خرسا احتمالاً دوباره دفاعی قوی خواهند داشت. در مقابل در صورتی که قیمت از EMA 20 روزه کاهش پیدا کنه، نشون دهنده اینه که خرس ها تمایلی به تسلیم شدن ندارن. در ادامه فروشندگان دوباره تلاش خواهند کرد تا قیمت رو به زیر 25 دلار کاهش داده و مرحله بعدی روند نزولی رو شروع کنند. لایت کوین در 18 ژوئن خرس ها سعی کردند تا قیمت لایت کوین رو به زیر سطح حمایتی 40 دلار بکشن. اما دم بلند روی کندل اون روز نشون میده که گاوها به شدت در حال دفاع از این سطح هستن.
اکنون قیمت به حدود ایمه 20 روزه 55 دلار رسیده که سطحی مهم در نظر گرفته میشه و میبایست مراقب اون بود. به دلیل اینکه شکستن و بسته شدن قیمت بالاتر از اون به نوعی نشون دهنده تغییر رونده. جفت LTC/USDT در ادامه میتونه تا اسمه 50 روزه 68 دلار صعود کنه. در مقابل در صورتی که قیمت از ایمه 20 روزه کاهش پیدا کنه نشون دهنده اینه که روند نزولی باقی مونده و معامله گران در حال فروش در رالی هستند. در ادامه خرس ها تلاشی دیگه به جهت سقوط این جفت به پایین 40 دلار و از سرگیری یه روند نزولی خواهند داشت. چین لینک در روزهای 13، 14 و 18 ژوئن خرس ها تونستن قیمت چین لینک رو به زیر 5.5 دلار برسونن، ولی در حفظ سطوح پایین تر ناتوان بودن. این موضوع بیانگر اینه که گاو ها در حال خریداری در کف هستن. واگرایی مثبت در RSI بیانگر اینه که حرکت نزولی احتمال داره در حال تضعیف باشه. این روزها خریداران سعی خواهند کرد قیمت رو به سمت خط روند نزولی سوق بدن که احتمالاً عملکردی به عنوان مقاومتی قوی خواهد داشت. در صورتی که قیمت از خط روند نزولی کاهش پیدا کنه، خرس ها دوباره تلاش خواهند کرد تا جفت لینک USDT رو به زیر سطح حمایتی 5.5 دلار سوق داده و حفظ کنند. در صورت اتفاق افتادن چنین رخدادی، روند نزولی از سر گرفته خواهد شد. در مقابل، در صورتی که خریداران قیمت رو به بالاتر از خط روند نزولی برسونن، امکان تغییر روند وجود داره. سپس این جفت توانایی این رو خواهد داشت که به 10 دلار و حتی تا 12 دلار هم صعود کنه. بیتکوین SV بیتکوین SV نوعی الگوی پهن شونده رو ایجاد کرده و خریداران در تلاشن تا قیمت رو به چیزی بالاتر از مقاومت این الگو برسونن. RSI هم نشون دهنده یک واگرایی مثبته که توانایی اینو داره بیانگر ضعیف شدن حرکت نزولی باشه. اکنون جفت BSV/USD میتونه به خط مقاومت صعود داشته باشه، محلی که خرسا احتمال داره برای متوقف کردن رالی بهبود تلاش کنه. در صورتی که این اتفاق رخ بده، به نوعی بیانگر اینه که خرسا به فروش خودشون در رالی ادامه میدن. این رخداد میتونه این جفت رو برای بازی زمانی طولانی تری در ساختار الگوی پهن شونده باقی نگه داره. در مقابل، در صورتی که گاو ها قیمت رو به بالای خط مقاومت هدایت کنن، نشون میده که جفت احتمال داره به کف رسیده باشه. در ادامه، این جفت توانایی آغاز یک حرکت صعودی جدید رو داره که طی اون قیمت این کریپتو احتمالاً تا 80 دلار و حتی تا 87 دلار افزایش ثبت کنه. حالا میخواییم نظر شما رو بدونیم. نظر شما راجع به روند پیش روی رمزارزهای بررسی شده در ویدیو چیه؟ شما در بازار کدوم یکی از این کریپتوکارنسی ها فعالیت دارید؟ لطفاً نظرتون رو توی بخش کامنت ها برامون بنویسید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و به دوستاتون معرفیش کنید. ممنونم از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.